دو میشه گزینه یک پاسخ صحیح تست شماره 11 صفحه 49 بودیم. بریم صفحه 50 روش های تستیمون از اینجا شروع میشه. خب بچه ها بریم سراغ قسمت تستیمون. تا اینجاست مثالی که حل کردیم مثالی تشریحی بودن، از این به بعدش مثالمون یعنی از سوال 12 صفحه 50 سوال 12 به بعد دیگه در واقع سوالا رو به صورت روش تستی میخوام بهتون توضیح بدم. خب صفحه 50 جزوهتون رو ببینید. حل شاخ مسائل بهینه‌سازی. اول یه نکته زیبا بهتون بگم. خب باشه اینجا ببینید، اگر دو تا عبارت با توانهای برابر، یه چیزی به توان کا به اضافه یه چیز دیگه به توان کا، دو تا عبارت با توانهای برابر مجموعشون بشه یک عدد مثل آ، و سوال حاصل ضرب اون دو تا عبارت ها رو حالا با توانهای برابر یک کاپریم هر چیزی، مثلا اینجا به توان 2 اینجا به توانهای 3، حاصل ضرب از ما میخواست و گفته بود ماکسیمومش چی میشه، روش کافیست آرا به نسبت مساوی بین عبارت ها بشکنیم. کافیه آرو به نسبت مساوی بین این دوتا تقسیم کنیم. بچه دقت کنید، دوتا عبارت به من داده با توانهای برابر، مجموعشون شده یک عدد، بسیار نکته پرکاربردیه، و حاصل ضربشون رو با توانهای برابر از ما خواسته. گفتیم که کافیست آرا، کافیست این عدد رو به نسبت مساوی بین این دوتا بشکنیم. یه مثال حل کنم. سوال 12 جزوه میگه از میان مثلث‌هایی که مجموع طول قاعده و ارتفاع وارد بر آن 16 سانتی متر شده، مثلثی را اختیار کرده ایم که مساحتش ماکسیمومه. ببین یه مثلث در نظر بگیر. میگه قاعدش آ، ارتفاعش هم اچ. میگه مجموع طول قاعده یعنی آ و ارتفاع وارد بر آن اچ شده 16. پس آ به علاوه اچ شده 16. سوال گفته مساحت این مثلث چند سانتی متر مربع است. خب بچه مساحت مثلث مگه نمیشد یک دوم قاعده در ارتفاع یا قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم به دو؟ مساحتمون میشه یک دوم آ ضرب در اچ. اینو از من خواسته. خب ببین آیا این نکته حل این شبیه این نکته هست یا نه. ببین دو تا عبارت با توانهای برابر بشه یک عدد، دو تا عبارت با توانهای برابر توانشون یکه شده یک عدد شده 16. بعد سوال چی گفته؟ حاصل ضرب این دو تا با توانهای برابر، گفته حاصل ضربشون با توانهای برابر چی میشه؟ میخوای ماکسیمم بشه. سوال گفته مساحتش چی میشه؟ خب ما گفتیم کافی عدد رو به نسبت مساوی بین این دوتا بشکنی، کافی 16 رو به نسبت مساوی بین این دوتا تقسیم کنی. 16 رو اگه بخوام بین این دوتا تقسیم کنم 8 تا به این میدم، 8 تا هم به این میدم. پس آ 8، اچ هم 8، 8 8 تا 64، یک دوم 64 میشه 32. پاسخ صحیح تست گزینه 1 میشه جواب. پس دقت کنید اگه همین سوال رو میخواستم از روش تشریح حل کنم چیکار میکردم؟ مثلا اچ رو نگه می‌داشتم، آ رو می‌بردم اونور، اچ می‌شد 16 منهای آ. بعد به جای اچ می‌ذاشتم 16 منهای آ تو آ ضرب می‌کردم، یه معادله درجه 2 به دست می‌اومد، مشتق می‌گرفتم مساوی 0 می‌ذاشتم، آ به دست می‌اومد، جایگذاری می‌کردم، اچ هم به دست می‌آوردم. راه تشریح هم مثل روشایی که تو سوال‌های قبل داشتیم. اما راه تستیش، سوال گفته مجموع طول قاعده و ارتفاع 16، طول قاعده و ارتفاع مجموعشون شده 16. مساحت رو از من خواسته، مساحت میشه یک دوم آ در اچ، جمع با توانهای برابر رو به من داده، ضرب با توانهای برابر از من خواسته. پس آ 8، اچ هم 8، 8 8 64 تقسیم به 2 چه 32. بریم سوال بعد. چند تا سوال این شکلی حل کنیم بچه‌ها. پس اگر به ما جمع با توان برابر داده بود، ضرب با توان برابر از ما خواسته بود، کافیست آ را به نسبت مساوی بین عبارت ها بشکنیم. مثال گفته
بیشترین مساحت مستطیلی که به وسیله یک طناب به طول 48 متر، پس بیشترین مساحت مستطیلی که به وسیله یک طناب به طول 48 متر در حاشیه رودخانه می توان محصور نمود، چقدر است؟ چند متر مربع است؟ خب بچه خوب دقت کنید، میگه یه رودخونه دارم، این رودخونه، اینم آبش. خب یه رودخونه دارم، یه طناب داریم به طول 48 متر، میخوایم در حاشیه رودخونه یه مستطیل بسازیم. ببین به این صورت، طول این طناب 48 متره. بعد سوال میگه بیشترین مساحت این مستطیل چی میشه؟ خب من میام میگم آقا اسم اینو مثلا میذارم X، این اندازه رو اینو میذارم Y، پس طبیعتاً اینم میشه چی؟ Y. خب چون گفته طول طناب 48ه، یعنی جمع این سه تا میشه چقدر؟ 48. یعنی X به علاوه 2Y برابر است با 48. این یه قسمت. حالا سوال از ما چی خواسته؟ گفته بیشترین مساحت. مساحت این مستطیل از چه رابطه به دست میاد؟ مساحت چون طول ضرب در عرض، یعنی x ضرب در y. پس x y هم باید برابر باشه با چیزی که از ما خواسته. خب x y رو از من خواسته. خوب دقت کن جارو، جمع دو تا عبارت با توانهای برابر به من داده، ضرب دو تا عبارت با توانهای برابر از من خواسته. خب جمع با توانهای برابر داده، ضرب با توانهای برابر خواسته، چیکار میکنیم؟ کافیست آ را به نسبت مساوی بین دوتا عبارت بشکنیم. 48 رو نصفش کن، نصفش رو بده به این، نصفش هم بده به این. 24 به علاوه 24 میشه 48. خب پس x چنده؟ 24. دووای شده 24. وقتی دووای 24 یعنی وای چنده؟ 12. میشه 12. 24 ضرب در 12 میشه 288. تمام. جواب میشه گزینه 2. سوال 13 گزینه 2. بریم سوال 14. بچه یه نکته اینجا بگم. ما وقتی میگیم این 48 رو نصفش کن، نصف بده به این، نصف بده به این، خب یعنی این 24، این هم 24، یعنی x و 2y با هم دیگه چی هن؟ برابرن. مقدار این دوتا با هم دیگه برابر شده، پس x و 2y با هم دیگه برابرن. حواستون به این نکته هم باشه. خب بریم سوال بعد. سوال 14 صفحه 51 گفته بیشترین مساحت زمینی مستطیل شکل را که میتوان توسط یک طناب از زمینی که یک طرف آن رودخانه محصور نمود 648 متر مربع است. طول طناب چند متر است؟ ببین سوال شبیه سوال قبلیه. میگه که یه رودخونه دارم، این رودخونه، اومدیم اینجا با یه طناب یه مستطیل ساختیم، گفته ماکسیموم مساحت این مستطیل شده 648 متر مربع. مساحت رو به من داده. بعد سوال چی خواسته؟ طول طناب رو از من خواسته. طول طناب رو از ما خواسته. خب ببین باید چجوری طول طناب رو به دست بیاریم. ببین من اسم اینو میذارم X، اینو میذارم Y، اینم میذارم Y. خب از اینجا اولا قبول دارید وقتی میگه مساحت این مستطیل شده 648، یعنی x ضرب در y دیگه مساحت میشد x ضرب در y، پس xy برابر است با 648. بعد سوال از ما چی خواسته؟ طول طناب. طول طناب یعنی x y و y، میشه x به علاوه 2y از من خواسته. بچا نکته ای که من گفتم چی بود؟ گفتم اگر جمع با توانهای برابر رو به ما داد و ضرب با توانهای برابر از ما خواست، کافیست آ را به نسبت مساوی بین دو تا عبارت بشکنیم.
این برعکس اونه الان. ضرب و من داده جمع از من خواسته. خب یه سوال، ما وقتی میگفتیم اگه جمع داشتیم اینو به نسبت مساوی بین این دوتا تقسیم میکنیم، یعنی این دوتا باید با هم دیگه برابر باشن، یعنی x باید برابر باشه با 2y، x با 2y باید با هم برابر باشن. خب ببین اگه همین رابطه رو توی این جای گذاری کنیم، x ضرب در y هم که شده 648، به جای x بذار 2y، اگه جای گذاری کنم اینجا 2y ضرب در y میشه 2y2 مساوی 648. 2 رو با 648 ساده کنی y2 میشه، به 2 ساده کن میشه 324. y2 شده 324، y چی میشه؟ از طرف این اگه یه رادیکال بگیری، رادیکال 324 میشه 18. خب مقدار y رو به دست آوردم 18. اگه y 18 باشه x رو میتونم به دست بیارم، 2 تا 18 تا 36 تا، پس x به دست میاد 36. حالا سوال چی از من خواسته؟ در واقع این طول تنابه، یعنی x به علاوه 2y رو خواسته. x که 36ه، 2y، y 18 بود، 2 تا 18 تا هم 36، 36 به علاوه 36 میشه 72. گزینه 4 میشه پاسخ تست. بریم سوال بعد. سوال 15 گفته بین مثلث‌های قائم الزاویه به طول وتر 5 بیشترین مساحت کدام است؟ مثلث‌های قائم الزاویه، یه مثلث قائم الزاویه در نظر می‌گیرم، به طول وتر 5 بیشترین مساحت، مساحت رو از من خواسته. خب بچه‌ها اسم اینو می‌ذارم x، اسم اینم می‌ذارم y. خب من چی می‌تونم بگم الان؟ میگم x2 به علاوه y2 میشه چی؟ رابطه فیثاغورس دیگه، این به توان دو، این به توان دو، این به توان دو میشه 25. حالا سوال مساحت اینو مثلث رو خواسته، مساحت چی میشه؟ 1/2 ضرب این دوتا، x ضرب در y. خب سوال گفته بیشتری مساحت چی میشه؟ بچه دقت کنید، جمع دوتا عبارت با توانهای برابر شده یک عدد، ضرب دوتا عبارت با توانهای برابر رو از من خواسته. خب چیکار میکنم؟ کافی است عدد رو به نسبت مساوی بین این دوتا بشکنیم، 25 رو نصفش کنیم میشه 25/2، این هم میشه 25/2. پس x2 میشه 25/2، y2 هم میشه 25/2. اینجا بینویسم x2 برابر است با 25/2. خب از اینجا x چی میشه؟ از طرف یه رادیکال بگیر، رادیکال 25 میشه 5، به روی رادیکال 2، به روی رادیکال y2 هم شده 25/2، y2 هم شده 25/2. پس y چی میشه؟ رادیکال 25 که 5، به روی رادیکال 2. حالا سوال میگه 1/2 x شده 5 به روی رادیکال 2، y هم شده 5 به روی رادیکال 2. 5 تا 25 تا، رادیکال 2 در رادیکال 2 میشه 2، 2 تا میشه 4، میشه 25 چهارم. گزینه 2 پاسخ صحیح تست 15. بریم سوال بعد. خب قبل از که سوال بعد رو حل کنم یه نکته بگم، نکته رو زیر سوال 16 میتونید یه گوشه بنویسید. بچه ها نمودار رادیکال عدد منهای x2 همیشه به صورت یک نیم دایره است. رادیکال عدد منهای x2، حالا اینجا ضریب داشته باشه یا نداشته باشه مهم نیست، همیشه به این صورت رسم میشه، به صورت یک نیم دایره به این فرم. پس فرم کلیه اینو بلد باش، یه همچین فرمی داره عدد منهای x2، یه همچین فرمی نمودارش رسم میشه. خب بریم سراغ سوال ببینیم چی گفته. گفته بیشترین مساحت از بین مستطیل هایی که، بیشترین مساحت از بین مستطیل هایی که 1/ضلع آن منطبق
و محور x ها و دو رأس آن بر منحنی وای مساوی با سه دوم رادیکال هشت منهای x2 قرار گیرند کدام است؟ خب بیشترین مساحت مستطیلی رو خواسته که دو یه ضلع مستطیل رو محور x ها بیفته، دو تا رأسش هم رو این منحنی بیفته. خب سوالش بچه سوال سختیه، خب لطفا خوب دقت کنید. من نمودار کلیه اینو، فرم کلیشو بلدم. چه شکلی میشه؟ عدد منهای x، ضریب مهم نیست، عدد منهای x و نمودارش فرم کلی یه نیم دایره است. به این صورت رسم میشه. خب حالا سوال میگه ما مستطیلی رو میخوایم که یه ضلعش رو محور x ها باشه، دو تا رأسش هم رو این نیم دایره باشه. ببین مثلا اگه اینجا رو در نظر بگیرم، ببین اینم یه ضلع، اینا رو به هم دیگه وصل کنیم میشه یه مستطیل، یه مستطیل قرمز رنگ به دست اومد، درسته؟ میگه پس صورت سوال گفته بیشترین مساحت مستطیلی که یک ضلعش منطبق بر محور x ها و دو رأسش روی این منحنی آبیه باشه چقدر میشه؟ مساحت رو از ما خواسته. خب بچه خوب دقت کنیم، من اگه این نقطه رو در نظر بگیرم به مختصات x و y، نقطه رو در نظر میگیرم به مختصات x و y، یعنی این اندازه رو فرض کردم x و چون اینجا رو گرفتم x دیگه، پس این میشه x و ارتفاعش هم در نظر گرفتم y، درسته؟ خب حالا سوال مساحت این قرمزه رو خواسته، مساحتش چی میشه؟ بچه وقتی این x، این اندازه هم چقدره؟ طبق تقارن شکل x، ارتفاع هم که کلن y، مساحت این مستطیل قرمزه از چه رابطه به دست میاد؟ پس میگم s مستطیل از چه رابطه به دست میاد؟ میشه y ضرب در 2x، میشه 2x در y. پس ضرب با توانهای برابر از من خواسته، بعد یه رابطه به من داده بین x و y، y برابر است با 3 دوم رادیکال 8 منهای x. خب بچه خوب دقت کنید ببینید من چیکار میکنم. من میگم آقا این واسه که رادیکال رو از من ببرم، اول طرفین رو به توان 2 میرسونم، طرفین رو به توان 2 میرسونم، این ور میشه y 2، 3 دوم به توان 2 میشه 9 4 در توان 2 با رادیکال میره میشه 8 منهای x 2، درست؟ خب این 9 4 رو میخوام از بین ببرم، طرفین رو در یه 4 9 ضرب کنم، یا میتونی 9 4 رو تو این پرانتز هم ضرب کنی فرقی نداره، ولی خب در یه 4 9 ضرب کنم میشه 4 9 y 2 برابر است با 8 منهای x 2. اگه منفی x 2 رو هم بیارم این ور تساوی، این میشه x 2 x 2 به علاوه 4 9 y 2 برابر است با 8. پس یه بار دیگه توضیح بدم چیکار کردم. مساحت مستطیل از من خواسته، گفتم مساحت این مستطیل قرمزه این که x بود، خب این هم میشه x، این ضلع میشه 2x، طولش میشه 2x، عرضش هم که y، مساحت میشه طول ضرب در عرض، یعنی 2x ضرب در y، اینو از من سوال خواسته، پس من باید x و y به دست بیارم. اینو به من داده، خب من اینو نوشتم، طرف اینو به توان 2 رسوندم، این بر شد y 2، 3 دوم به توان 2 شد 9 4، رادیکال به توان 2 ساده شد 8 منهای x و. طرفین تساوی رو در یک 4 نهم ضرب کردیم که 9 4 از بین بره، شد 4 نهم y 2، 4 نهم تو 9 4 ضرب شد از بین رفت بود 8 منهای x 2. خب منفی x 2 رو اگه بیاری این ور تساوی میشه مثبت x 2، x 2 به علاوه 4 نهم y 2 میشه 8. خب حالا خوب دقت کنید، جمع دو تا عبارت با توانهای برابر شده 8، ضرب دو تا عبارت با توانهای برابر از من خواسته، کافی است عدد رو به نسبت مساوی بین دو تا عبارت بشکنیم. خب ببین 8 رو نصفش کن، 4 تاش مال اینه، 4 تاش هم مال اینه. خب بچه وقتی x2 شده 4، یعنی x چنده؟ 2،
یه وقت نگیم مثبت منفی دعا. ببین مثبت منفی رو زمانی به کار می‌بریم که اینجا طول، ما داریم راجع به طول صحبت می‌کنیم، در حل معادلات مثبت منفی می‌ذاریم، ولی وقتی اینجا طوله، خب طول که نمیتونه منفی باشه، پس ما دیگه فقط مثبت در نظر میگیریم اعدادمون رو. 4 نهم وای 2 شده 4. اگه از طرفین تساوی 4 رو با 4 ساده کنیم، از اینجا طرف وسطین هم انجام بدی، وای 2 برابر است با 9، پس وای برابر است با 3. خب مقدار وای رو به دست آوردم، مقدار x هم به دست آوردم. حالا کافیه اینجا جایگذاری کنیم، به جای x کافیه بذاریم 2، به جای y هم بذاریم 3. 2 تا 4 تا 4 3 تا میشه 12. پاسخ صحیح تست 16 میشه گزینه 4. بریم سوال بعد. خب سوال 17، صفحه 52، سوال 17. سوال گفته طول اضلاع یک مثلث قائم الزاویه، یه مثلث قائم الزاویه داریم، گفته طول اضلاعمون سینوس ایکس و کوسینوس ایکسه. طول اضلاع رو به صورت سینوس و کوسینوس به من داده، گفته ارتفاع وارد بر وتر مثلث به ازای کدام مقادیر x ماکسیموم است؟ گزینه ها پی دوم، پی چارم، پی ششم، پی هشتم. خب بچه خوب دقت کنید، میگه طول اضلاعمون سینوس و کوسینوسه، ارتفاع وارد بر وتر یعنی h، طول اضلاع سینوس و کوسینوس، گفته ارتفاع وارد بر وتر یعنی h به ازای کدام مقادیر x ماکسیموم است؟ خب خوب دقت کنید بچه اینجا رو، وقتی تو اینو داری سینوس، اینم داری کوسینوس، وتر رو میتونی به دست بیاری. رابطه فیثاغورسه، فیثاغورس چی میگه؟ میگه سینوس 2 به علاوه کوسینوس 2، که خب این یه رابطه مثلثاتی بود، میشد چند؟ 1. پس وترمون چنده؟ 1. از طرفی ما میدونیم بچه، قبول دارید مساحت این مثلث اگه بخوام به دست بیارم میتونم بگم 1/2 این در این، میتونم بگم 1/2 این در این، یعنی قاعده در ارتفاع یا قاعده در ارتفاع، درست شد؟ پس سینوس ضرب در کوسینوس با h ضرب در 1 برابره، پس من میگم h برابر است با h ضرب در 1 که میشه h، میشه سینوس ضرب در کوسینوس. خب من میخوام این عبارت چی بشه؟ ماکسیموم. سوال گفته ماکسیموم ارتفاع چی میشه؟ خب حالا دقت کنید، جمع دوتا عبارت با توانهای برابر شده یک عدد، ضربشون با توانهای برابر رو از ما خواسته، کافیه اون عدد رو به نسبت مساوی بین دوتا عبارت بشکنیم، یعنی یکو نصفش کن میشه چی؟ 1/2. 1/2 میدی به این، 1/2 هم میدی به این. خب بچه اگه سینوس 2x بخواد بشه 1/2، سینوس x چی میشه؟ از طرفین باید رادیکال بگیره، رادیکال 1/2 یعنی رادیکال 2/2، کلش اگه ببری زیر رادیکال، رادیکال 1ش که 1 میشه 1 به روی رادیکال 2 که گویا کنیم میشه رادیکال 2/2. کوسینوس هم همینطور، کوسینوس 2x شده 1/2، کوسینوس x میشه رادیکال 2/2. خب حالا به من جواب بدی ببینم سینوس و کوسینوس کی میشن رادیکال 2/2 به ازای چه مقدار x؟ آفرین، 45 درجه، یعنی پی 4. اگه سوال مقدار ارتفاع ها نخواسته اینجا از ما، ولی اگه مقدار ارتفاع رو میخواست، خب ببین سینوس x شده رادیکال 2/2 دیگه، x 45 درجه است، سینوس 45 رادیکال 2/2، کوسینوس 45 رادیکال 2/2، رادیکال 2/2 ضرب در رادیکال 2/2 میشه 2/4، یعنی 1/2، یعنی h رو میتونستم به دست بیارم 1/2، که حالا اینجا از ما ارتفاع رو نخواسته بود، گفته بود به ازای چه مقدار x h ماکسیمومه، تو میخوای این ماکسیموم بشه، پس این باید ماکسیموم بشه، جمع با توانهای برابر شده 1، ضربشون رو از من خواسته که اینو نصف کردیم، x رو به دست آوردیم پی 4، یعنی 45 درجه. پاسخ میشه گزینه 2. بریم سوال بعد.
سوال 18 گفته اگر 4x به علاوه y بشه 5، اگر 4x به علاوه y بشه 5، بیشترین مقدار x2 ضرب در y2 به شرط x و y بزرگتر از 0 کدام است؟ گزینه 1 5 16 هم، گزینه 2 5 4 هم، گزینه 3 5 4 هم به توان 2 و بعدی 5 4 هم به توان 4. خب بیایم حلش کنیم اینو. بچه جمع با توانهای برابر شده یک عدد، ضرب با توانهای برابر رو از من خواسته. کافیه که عدد رو به نسبت مساوی بین این دوتا تقسیم کنیم. اینو میدم 5/2، اینم میدم 5/2. تموم شد. مقدار وای شده 5/2. بچه 4x شده 5/2. 4x شده 5/2. پس x چی میشه؟ 5/2 تقسیم به 4، یعنی 5/8. پس x هم شد 5/8. حالا کافیه جایگذاری کنیم، میشه 5/8 به توان 2 ضرب در y هم 5/2 به توان 2. خب اینجا بچه قبول دارید توانها که با هم برابره، میتونم پایه‌ها رو در هم ضرب کنم. به این صورت می‌نویسم، ببین توانشون با هم برابره 2، پایه‌ها رو در هم ضرب کنیم، 5 ضرب در 5 میشه 5 به توان 2، 2/8 میشه 16 که یعنی 4 به توان 2. خب بچه 5 به توان 2 4 به توان 2 رو چجوری میتونم بنویسم؟ 5/4 به توان 2، بعد کلش دوباره به توان 2 رسیده، دوباره توان در هم دیگه ضرب میشن، میشه 5/4 به توان 4. پاسخ میشه گزینه 4. بریم سوال بعد. تست شماره 19 گفته اگر x و y دو عدد حقیقی باشن و در این رابطه ست کنن x2/4 به اضافه y2 برابر 1 باشه، بعد گفته اگر حاصل xy x ضرب در y ماکسیموم باشه x تقسیم به y چی میشه؟ اینو از من خواسته. خب سریع میگم جمع با توانهای برابر شده یک عدد، ضرب با توانهای برابر از من خواسته. کافیه یک رو به نسبت مساوی بین این دوتا تقسیم کنیم. یک رو نصفش کنم میشه 1/2 به این میدم، 1/2 هم به این میدم. x2/4 شده 1/2. از اینجا x2 به دست میاد. ببین 4 رو تو این ضرب کن، 4/2 میشه 2. x میشه چی؟ رادیکال 2. x میشه رادیکال 2. y2 شده 1/2. y چی میشه؟ رادیکال 1/2، یعنی 1 به روی رادیکال 2 یا رادیکال 2/2 اگه گویاش کنی. خب سوال میگه x تقسیم به y. خب x و y که به دست آوردیم، x چی بود؟ رادیکال 2، y هم بود 1 به روی رادیکال 2. دور در دور، نزدیک در نزدیک کنی، رادیکال 2 تو رادیکال 2 ضرب میشه، جواب میشه 2. تمام. تست شماره 19 شد گزینه 2. بریم قسمت بعد. خب بچه قبل از اینکه وارد نکته 2 بشیم میخوام چند تا از اون سوالایی که اول تایم حل کردیم و با همدیگه یه بررسی کنیم. یه لحظه بیاید تو جزوتون صفحه 46 صفحه 46 سوال 2 گفته بود دو برابر عددی از عدد دیگر 6 واحد بیشتر است. دو برابر عددی از عدد دیگر 6 واحد بیشتر است، حاصل ضربشون قراره بشه مینیمم، مجموعشون از من خواسته بود. خب ببین اینجا رو، این وایو که اگه بیارم این ور تساوی، 2x منهای وای شده 6 x ضرب در وای. ببین این منها در واقع به علاوه، میتونم یه به علاوه اینجا بذارم دیگه، یه 2x دارم یه منفی وای دارم، درسته؟ x ضرب در وای هم توانشون چیه؟ برابر.
جمع با توانهای برابر شده یک عدد، ضرب با توانهای برابر از من خواسته. 6 رو نصفش کن، 3 تا بده به این، 3 تا هم بده به این. 2x میشه 3، x میشه چی؟ 3 دوم. منفی y شده 3، y چی میشه؟ منفی 3. حالا سوال از من چی خواسته بود؟ مجموعشون، مجموع این دوتا میشه منفی 3 دوم، یعنی گزینه 1. توی سوال 3 گفته بود تفاضل دو عدد حقیقی شده 10، تفاضل دو عدد حقیقی شده 10، حاصل ضربشون چی میشه؟ x ضرب در y چی میشه؟ خب بچه ها 10 رو نصفش کنید میشه 5، 5 رو بده به این، 5 رو هم بده به این. x 5 منفی y هم 5، خب x میشه 5، منفی y شده 5، یعنی y چیه؟ منفی 5، ضربشون میشه منفی 25، میشه گزینه 2. یا مثلا یکی دیگه هم براتون حل کنم. مثلا صفحه 49 سوال 9 رو ببینید. صفحه 49 سوال 9. سوال گفته بود R به علاوه H شده 15. شعاع قاعده چند باشد تا سطح جانبی استوانه ماکسیموم شود؟ سطح جانبی از چه رابطه به دست می اومد؟ 2 پی آر در H. می شد 2 پی آر H. بچه ها جمع با توانهای برابر شده یک عدد، ضرب با توانهای برابر رو از من خواسته. دو پی که عدد ولش کن، آر و اچ رو ببین، ضربشون با توانهای برابر. خب سوال چی خواسته بود؟ آر رو از ما خواسته بود. 15 رو نصفش کن میشه 7.5، اینم میشه 7.5. یعنی سوال که آر رو از من خواسته جواب میشه گزینه 1، 7.5. تموم شد. بریم سوال یه صفحه 53، 53 جزوه نکته شماره 2. نکته شماره 2. تو نکته شماره 1 گفتیم اگر جمع با توانهای برابر به ما بدن، ضرب با توانهای برابر از ما بخوان، کافیه آر رو به نسبت مساوی بین دو تا عبارت بشکنیم. حالا نکته 2 میگم اگر، ببین دقیقاً عین همون نکته قبلی است، اگر جمع با توانهای برابر رو به من بده، توانهای جفتشون مثلا کا باشن، بعد ضرب با توانهای غیر یکسان از من بخواد، فرقش با نکته قبلی همین بود. تو نکته قبلی اینا جفتشون کاپریم بودن، یعنی در واقع جفت توانها باید با همدیگه چی باشه؟ برابر باشه. اگه ضرب با توانهای غیر برابر رو از من میخواست، جمع با توانهای برابر به من بده، ضرب با توانهای نابرابر از من بخواد، میخوام این عبارت ماکسیموم بشه، باید چیکار کنم؟ روش کافیست آرا به نسبت توانها بین دو عبارت بشکنیم. تو قسمت قبل گفتیم توانها برابر، توانها برابر، آرا به نسبت مساوی بین این دوتا میشکنیم. اما اینجا چون توانایی که در واقع اون عبارت که از من میخواد توانش با هم برابر نیست، پس آ رو به نسبت توانها بین دوتا عبارت میشکنم. یعنی چی؟ توی مثال توضیح بدم. اینو شما باید توی روش بنویسید بچه ها. با یه مثال توضیح بدم اینو. مثال 20 گفته اگر x به علاوه y بشه 4، x به علاوه y بشه 4، بیشترین مقدار x دو ضرب در y کدام است؟ خب ببین جارو، جمع با توانهای برابر به من داده، جمع با توانهای برابر به من داده، ضرب با توانهای یه غیر یکسان از من خواسته. خب چیکار میکنیم؟ من میگم باید 4 رو به نسبت توانها بین این دوتا بشکنم. کلن چند تا توان داریم بچه ها؟ دو تا با یکی 3 تا، کلن 3 تا توان دارم. این عدد باید به 3 قسمت تقسیم بشه، 2 تاشو بدم به x، 1 تاشو بدم به y. پس خوب دقت کن، یه بار دیگه بگم، جمع با توانهای برابر به من داده، ضرب با توانهای نابرابر از من خواسته. من باید این عدد رو به نسبت توانها بین این دوتا بشکنم. چجوری این کار رو انجام میدم؟ میگم کلن چند تا توان دارم؟ 2 تا این داره، 1 دونه هم این داره، پس کلن 3 تا توان دارم.
این چهار رو باید به سه قسمت تقسیمش کنم، دو تاشو بدم به x چون توانش 2، یکیشو بدم به y. خب 4 رو به سه قسمت تقسیم کنی میشه 4/3. حالا دو تاشو میخوای بدی به x، 2 تا 4/3 میشه برای x، 1 دونه 4/3 هم میشه برای y. خب 2 تا 4/3 میشه 8/3، به جای x میذارم 8/3 به توان 2 میرسه، به جای y میذارم 4/3 ضرب در 4/3 که کافیه اینو انجام بدم ضربشو. 8 به توان 2 64 ضرب در 4 میشه 256، 3 به توان 2 9 ضرب در 3 میشه 27. جواب میشه گزینه 4. بریم سوال بعد. سوال 21. ببین اینو پاک نمیکنم که کنار همین باشه. ببینی گفته اگر x به علاوه y بشه 4، حاصل x ضرب در y میخوای ماکسیمومش رو به دست بیاری. خب بچه اینجا رو ببینید، جمع با توانهای برابر شده یک عدد، ضرب با توانهای غیر یکسان از من خواسته. خب کلن چند تا توان داریم؟ 3 تا و 1 4 تا. پس من باید این 4 رو به 4 قسمت تقسیم کنم. خب 4/4 چی میشه؟ 1. اگه اینو به 4 قسمت تقسیم کنیم میشه 1. 3 تاشو باید بدی به x، 3 تا بدم به x، 1 دونه بدم به y، 3 1 میشه 3 تا، y هم میشه 1. به نسبت توانها 4 رو تقسیم کردم، پس x هم میشه 3، y هم میشه 1. ببین 3 به علاوه کم چنده؟ 4ه. به جای x بذار 3، 3 به توان 3 میشه 27، به جای y بذار 1، 1 به توان 1 میشه 1، 27 ضرب در 1 میشه 27. گزینه 2 پاسخ صحیح تست. بریم سوال 22. خب سوال 22، ببین صورت سوال چی گفته؟ بزرگترین حجم مخروط، پس حجم مخروطه بحث، از بین مخروط هایی که مجموع شعاع قاعده، مجموع شعاع قاعده و ارتفاع برابر واحد، واحد هم که خب مشخص یعنی 1 باشد، کدام است؟ خب بچه دقت کنید، شعاع قاعده مخروط رو با R نشون میدیم، ارتفاع هم که با H نشون میدیم. میگه R به علاوه H باید بشه چقدر؟ واحد، یعنی 1. حالا بزرگترین حجم مخروط چی میشه؟ حجم مخروط از چه رابطه به دست میومد؟ 1/3 PR2H. خب حالا بچه دقت کنید، 1/3 پی که عدده، R به توان 2، H به توان 1، جمع با توانهای برابر شده 1، ضرب با توانهای غیر یکسان از من خواسته. خب من باید این 1 رو، یعنی A رو 1 رو به نسبت توانها بین این دوتا بشکنم. کلن چند تا توان دارم؟ 3 تا. دوتا این داره، یک کم این داره، 3 تا توان. 1 رو به 3 تقسیم کن میشه 1/3، 2 تا بده به R، 1 دونه بده به H، 2 تا 1/3 میشه 2/3، 1 دونه 1/3 هم میشه 1/3. پس 2/3 میدم به R، 1/3 میدم به H، میشه 1/3 ضرب در P ضرب در R به توان 2، 2/3 به توان 2 ضرب در H به توان 1، یعنی 1/3. حاصل اینو کافی برم به دست بیارم. خب به دست بیاریم، 3 به توان 2 میشه 9، 3 9 تا، 27 3 تا میشه 81، 2 به توان 2 میشه 4، 4 ضرب در پی میشه 4π، میشه 4π. 81 گزینه 1 پاسخ صحیح تست. بریم سوال 23. سوال 23 گفته مستطیل های محاط در یک دایره به قطر 6 واحد را حول یک ضلع خود دوران می دهیم. بسیار سوال سختیه، من صورت سوال باید کامل بنویسم براتون. میگه مستطیل های
محاط در یک دایره به قطر 6 واحد را حول یک ضلع خود دوران می دهیم تا استوانه های قائم ایجاد شود تا استوانه قائم ایجاد شود وقتی حجم این استوانه ها بیشتری مقدار را دارد میگه وقتی حجممون ماکسیمومه ارتفاع چی میشه یعنی اچ باید به دست بیاریم خب بچه فقط تو سوال 23 گزینه هامون اینه 4 2 رادیکال 3 گزینه 2 اشتباه خورده 2 رادیکال 8 درستش کنید 2 رادیکال 3 2 رادیکال 6 و 3 رادیکال 2 این گزینه های منه خب بیا ببینیم باید چیکار کنیم میگه مستطیل های محاط در یک دایره یه دایره رسم کنم یه مستطیل توش محاط میکنم یعنی دایره محیط ماست یه مستطیل در نظر میگیرم به این صورت که سوال گفته قطر این مستطیل 6 واحده میگه این قطر میشه 6 واحد حالا سوال گفته چی؟ میگه مستطیل محاط در یک دایره یعنی مستطیل مشکیه رو حول یک ضلع خود دوران میدهیم تا استوانه قائم ایجاد شود ببین من میخوام این مستطیل رو حول این ضلعش به عنوان مثال این ضلع که کمی پررنگ ترش کردم دورانش بدم میتونی تصورش کنی ببین اگه این مستطیل رو اینجوری بچرخونی دورانش بدی بذاری مثال با جزوه مثلا این کار انجام بدم براتون اگه این یه مستطیل باشه خوب دقت کنید این یه مستطیل میخوام حول این ضلع میخوام این مستطیل رو این صفحه مستطیلی رو دورانش بدم ببینید بچه این شکل میشه اگه دورانش بدی این میشه چی به دست میاد؟ یک استوانه به دست میاد درسته؟ اگه این یه بار دیگه بگم اگه این صفحه مستطیلی رو حول این ضلعش بخوام دوران بدم ببین دوران که میدی یعنی این ضلع ثابت این میچرخه چی به دست میاد این شکلی؟ یه استوانه به دست میاد یه بشکه به دست میاد درسته؟ اگه اینو حول این دورانش بدم چی به دست میاد؟ یک استوانه به دست میاد درسته؟ حالا بیایم اینجا اگه اینو دورانش بدم یک استوانه به دست میاد. بچه این استوانه ای که به دست میاد اینجا یه همچین چیزیه. این همون این هم حالا من یه خورده باید در واقع بازتر بکشمش. میتونم یه مقدار بازتر بکشمش که واضح تر باشه. ببینید اینجا رو همین مستطیله رو وقتی بچرخونیش یه دور کامل این مستطیله رو وقتی بچرخونمش یه دور کامل این استوانه رو به من میده خب حالا خوب دقت کنید بچه قبول دارید این سطح مقطع دایره ای این میشه شعاعش درسته اینم میشه ارتفاعش یعنی در واقع این اندازه میشه آر شعاع دایره من چون وقتی میچرخه از اینجا تا اینجا میشه قطر دیگه پس خود این ضلع میشه چی؟ شعاع و این اندازه میشه چی؟ ارتفاع استوانه من خب من اینو پاک کنم خب حالا مگه این یه مثلث مستطیل نیست خب این میشه یه مثلث قائم الزاویه پس من میگم رابطه فیثاغورس رو اینجا بنویسم H2 به علاوه R2 برابر است با 6 به توان 2 یعنی 36 حالا سوال میگه ما میخواییم حجم استوانمون ماکسیموم بشه حجم استوانه از چه رابطه به دست میومد؟ حجم استوانه میشد مساحت و دایره ضرب در ارتفاع یعنی پی آر دو اچ
این شد مساحت استوانه. خب بچه خوب دقت کنید، جمع با توانهای برابر به من داده، ضرب با توانهای غیر یکسان از من خواسته. کافیه این عدد رو به نسبت توانها بین دوتا عبارت بشکنیم. خب ما کلا چند تا توان داریم؟ دوتا آر داره، یه دونم اچ داره، دوتا با یکی میشه ست تا. اگه 36 رو به سه قسمت تقسیم کنیم، 36 تقسیم به سه میشه 12، میشه 12. حالا این 12 تا رو دوتاشو بده به آر، یکیشو بده به اچ. دوتا بدم به آر، دوتا 12 تا میشه 24 تا، یه دونه بدم به اچ میشه همون 12. پس یه بار دیگه بگم، 36 رو به سه قسمت تقسیم میکنیم، دوتا با یکی سه تا، سه تا توان دارم، 36 تقسیم به سه میشه 12. از این 12 یه دونه 12 تا میدم به اچ، دو تا 12 تا میدم به آره. خب دو تا 12 تا یعنی 24 تا میدم به این، یه دونه 12 تا یعنی 12 میدم به این. خب اچ به توان 2 شده 12، اچ 2 شده 12. از اینجا اچ به دست میاد، رادیکال بگیریم از طرفین، میشه 4 ضرب در 3 میشه 2 رادیکال 3 گزینه 2 میشه پاسخ تست سوال. ارتفاع رو خواسته بود، اچ رو خواسته بود. اگه آر رو از من میخواست، خب آر 2 میشه 24، آر رو میتونستم به دست بیارم. اگه سوال حجم رو از من میخواست، آر رو به دست میآوردم میذاشتم اینجا، اچ هم به دست آوردم گذاشتم اینجا، اینا رو در هم ضرب میکردم، حجمم هم به دست میآوردم. خب بریم قسمت بعد، سوال بیست و سه رو حل کردیم. بیاییم صفحه 55 نکته 3. خب بچه ها نکته 3، تو نکته 3 داریم اگر دو تا عبارت ضربشون رو به ما داده بود با توانهای برابر، شده آ، و جمعشون با توانهای برابر از ما خواسته بود و میخواست این عبارت مینیموم بشه، میخواییم ببینیم باید چجوری حلش کنیم اینو. ببین ضرب با توانهای برابر به داده آ، جمع با توانهای برابر میخوای مینیموم بشه، باید چیکار کنیم؟ پس حواست باشه با نکته 1 قاطیش نکنی، یا اون برعکس این بود، اونجا جمع داده بود ضرب میخواست ماکسیموم بشه، اینجا ضرب و داده با توانهای برابر، جمع با توانهای برابر رو خواسته مینیموم بشه. خب روش میشه کافیست آرا به نسبت مساوی بین دوتا عبارت بشکنیم، کافیست آرا به نسبت مساوی بین دوتا عبارت بشکنیم. با یه مثال توضیحش بدم، گفته نقطه آ روی منحنی وای مساوی 2x حرکت میکند، کمترین فاصله آ تا مبدأ مختصات، کمترین فاصله آ تا مبدأ مختصات رو از من خواسته. شبیه این سواله اول جزوه اگه ببینید شبیه این بود، حل کردیم تو چند تا نمونه. خب من میام میگم آقا یه نقطه آ فرض میکنم روی این تابه، سوال گفته آ روی این منحنی داره حرکت میکنه، یعنی آ مختصاتش چیه؟ ایکس و وای. فاصله تا مبدأ مختصات رو خواسته، او به مختصات صفر و صفر. خب فاصله تا مبدأ مختصات از چه رابطه به دست میمد؟ رادیکال x2 به علاوه y2. من میخوام کوتاه‌ترین فاصله را به دست بیارم، یعنی این عبارت باید مینیموم بشه. اگه اینجا یه طرف این وسط این انجام بدیم بچه ها، x ضرب در y چی میشه؟ 2. خب فرض کنید رادیکال نیست، x2 به علاوه y2 رو مینیموم کنیم، بعد از جوابش رادیکال میگیریم. x2 به علاوه y2 میخوام مینیموم بشه. خب حالا خوب دقت کنید، x ضرب در y شده 2، x2 به علاوه y2 میخوایی مینیموم شه، بین اینا چیه؟ ضربه. ضرب با توانهای برابر شده یه عدد، جمع با توانهای برابر قراره مینیموم بشه. خب چیکار میکنم؟
کافیه عدد رو به نسبت مساوی بین این دوتا بشکنم. بچه به نسبت مساوی نه که یعنی یک به این بدی. خب یک به این بدی، یک به این بدی، یک یکی میشه یک، دو نمیشه که. چیکار میکنم؟ میخوام ضرب این دوتا بشه دو. این دوتا باید شبیه هم باشه، پس هر کدومشون باید رادیکال دو باشه، چون بین اینا ضربه. رادیکال دو ضرب در رادیکال دو میشه دو، یعنی x هست رادیکال دو، y هم هست رادیکال دو. خب رادیکال دو به توان دو میشه دو، رادیکال دو به توان دو هم میشه دو، دو به علاوه دو چهار، رادیکال چهار به دست میاد دو، یعنی کوتاه‌ترین فاصلهش میشه دو، گزینه دو. این سوال رو میتونستیم دقیقاً شبیه همون سوالی که ابتدای در واقع جزوه حل کردیم، اینم شبیه اونا میشد حل شد، از این روش هم میشه حلش کرد. خب بریم قسمت بعد، قسمت آخر. خب انشاءالله سعی میکنیم نکات رو یه بارم تو کلاس به صورت حضوری یه دوره سریع روی این مباحث داشته باشیم. نکته چهار، اگر جمع دو تا عبارت با توانهای برابر شد یه عددی مثل آ و جمع همون دو تا عبارت با توانهای یکسان دیگه‌ای میخواست مینیموم بشه، از چه رابطه استفاده میکنیم؟ خوب دقت کنید، جمع دو تا عبارت با توانهای برابر بشه آ، جمع دو تا عبارت با توانهای برابر فقط توانش عوض شده میخوایم مینیمم بشه. خب بچه یه نکته داریم، میگیم روشش اینه، AX به علاوه BY همیشه کوچکتر مساویه رادیکال زیر رادیکال اول. AX به علاوه BY همیشه کوچکتر مساویه ضریب X به توان دو ضریب Y به توان دو، یعنی A2 به علاوه B2 ضریب ها به توان دو و رادیکال x2 به علاوه y2. توی روش بچه اینو بنویسید و این رابطه رو هم حفظ باشید. بنویسید این رابطه رو تا بریم مثال مثالش. سوال 25 گفته اگر x و y دو ضلع قائم از مثلثی به طول وتر 5 رادیکال 2 باشند، x و y دو ضلع قائم، این مثلا x این هم y، طول وتر 5 رادیکال 2، بیشترین مقدار 3x به علاوه 4y رو از من خواسته. این عبارت رو میخواییم ماکسیموم کنیم، بیشترین مقدار اینو خواسته. خب من میگم طبق این میگم x2 به علاوه y2 برابر است با رابطه فیثاغورس دیگه، این به توان دو 25، دو تا میشه 50. این یه نکته. حالا 3x به علاوه 4y، من میگم 3x به علاوه 4y همیشه کوچکتر مساویه رادیکال. ببین a2 به علاوه b2، یعنی ضریب x و ضریب y به توان دو، این به توان دو، این به توان دو، 3 به توان دو به اضافه 4 به توان دو رادیکال x2 به علاوه y2، x2 به علاوه y2. این دقیقاً یه جایگذاری تو فرمول بود. حالا میگم 3x به علاوه 4y میشه کوچکتر مساویه 3 به توان 2 9، 4 به توان 2 16، 16 و 9 میشه 25، رادیکالش میشه 5. x2 به علاوه y2 شده چقدر؟ 50. به جای x به علاوه y2 بذار 50، میشه رادیکال 50. خب میشه 3x به علاوه 4y کوچکتر مساویه. بچه رادیکال 50 رو چی میتونم بنویسم؟ 50 یعنی 25 ضرب در 2. 25ش 5ش میاد از رادیکال بیرون میشه 5. 5 5 تا میشه 25، میشه 25 رادیکال 2. خب ببین 3x به علاوه 4y همیشه کوچیکتر مساوی این عدده، پس ماکسیموم مقدار این چنده؟ خب خود 25 رادیکال 2 میشه چی؟ ماکسیموم من، چون این همیشه کوچیکتر مساوی اینه، ماکسیموم مقدارش میشه 25 رادیکال 2، گزینه 1. بریم سوال بعد.
خب سوال 26 میگه مجموعه تمام مستطیل هایی که محیط آنها برابر 16 است را در نظر میگیریم. خب مستطیل دارن، اینا میشن x، مثلا اینا میشن y. خب محیط مستطیل میشه دو تا x به علاوه y، دو تا x دارم دو تا y دارم، میشه دو تا x به علاوه y شده چقدر؟ 16. پس همینجا میگم x به علاوه y برابر است با 8. حالا سوال گفته مجموعه طول اقطار این مستطیل ها کدام است؟ قطر مستطیل رو از من خواسته. خب این میشه قطر مستطیل. خب اینو از من خواسته، من میگم این اندازه رو اسمشو مثلا میذارم R. R برابر است با چی؟ R2 میشه X2 به علاوه Y2. درسته؟ X به علاوه Y شده 8. X2 به علاوه Y2 رو از من خواسته. خب بچه من میگم اگه همین X به علاوه Y رو مثل AX به علاوه BY میمونه که A و B چنده؟ ضریباش یکه. AX به علاوه رابطهش رو بنویسیم. AX به علاوه BY چی بود؟ کوچکتر مساوی رادیکال A2 به علاوه B2 رادیکال X2 به علاوه Y2. کافی اینو تو این رابطه جایگذاری کنیم. خب میگم x به علاوه y برای x به علاوه y می نویسمش، یعنی a b رو فرض کردم چنده؟ یک. میشه کوچکتر مساویه. به جای a بذار یک، به جای b هم بذار یک. یک به توان دو یک، یک به توان دو یک، یک به علاوه یک میشه دو، میشه رادیکال دو ای رادیکال x دو به علاوه y دو. خب رابطه رو نوشتم. حالا از اینجا سوال آ رو از من خواسته بود، گفته بود قطر مستطیل چی میشه اندازش. خب بچه اینجا رو ببینید، x به علاوه y چیه مقدارش؟ 8. میذارم 8 کوچکتر مساویه رادیکال 2 در x2 به علاوه y2 مگه نمیشه r2؟ خب رادیکال r2 هم میشه چی؟ r. حالا از اینجا اگه طرفینو به یه رادیکال 2 تقسیم کنم، طرفینو به یه رادیکال 2 تقسیم کنم، رادیکال دو با رادیکال دو که میره، میشه آر بزرگتر مساویه آر بزرگتر مساویه 8 به روی رادیکال دو. بچه 8 آر بزرگتر مساویه 8 به روی رادیکال دو. خب 8 به روی رادیکال دو رو که تو گزینه‌ها نمی‌بینم، گویاش کنم. 8 به روی رادیکال دو رو اگه گویا کنیم، صورت و مخرج رو در یه رادیکال دو ضرب می‌کنم، رادیکال دو در رادیکال دو میشه 2. 2 با 8 ساده میشه، میشه 4. جواب میشه 4 رادیکال 2. پس این میشه 4 رادیکال 2. خب حالا من میگم R شده بزرگتر مساویه 4 رادیکال 2. سوال گفته بود در واقع مقدار R چی میشه؟ مینیمم مقدار R چی میشه؟ R ما همیشه بزرگتر مساویه 4 رادیکال 2. پس مینیمم مقداری که میتونه بگیره خود 4 رادیکال 2. پس جواب میشه گزینه 2. خب بچه‌ها مبحث ما بهینه‌سازی تموم شد. من فقط چند تا نکته بگم که بعد از اینکه این مبحث رو کامل دیدید، سوالای جزوه رو کامل حل کردید، حتما دست بذارید رو جواب. یه بار خودتون کل سوالا رو حل کنید، وقتی حس کردید کامل به این سوالی که حل کردم مسلط شدی، اون موقع برو سراغ کتاب خیلی سبز، تستای خیلی سبز رو کامل یه بار بررسی کن. بعد اگه سوالی مشکلی موردی بود، حالا به صورت مجازی فعلا میتونیم یه رفع اشکال کوچیک داشته باشیم تا انشالله زمانی که کلاس ها به صورت حضوری در واقع برگزار شد، دوباره رفع اشکال هامون هم به صورت حضوری انجام بدیم. امیدوارم که از این فرصتی که براتون پیش اومده نهایت استفاده رو ببرید. موفق باشید. خدا نگهدار.